دادن و نمایش رژیم هم این بود که همه شما آگاهی، 4 نفر رو مورد تایید قرار داد و به مردم گفت میتونید به اینا رأی بدید، اینا از خود ما هستن، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رضایی، آقای احمدی نژاد. و به مردم گفتن در یک انتخابات آزاد که نمایشش هم در تلویزیون دادن، شما میتونید برید به هر کس دلتون میخواد رأی بدید. مردم ابتدا با یک نمایش قدرت بسیار جالب، اینی که از میدان تجریش تا راه آهن در دو طرف خیابان یک زنجیر انسانی به وجود آوردن و در این زنجیر انسانی شعارها هم فقط در اطراف مسائل انتخاباتی بود، نه چیز دیگه. قصدشون این بود که به علی خامنه ای، رئیس روزخانها، بگن با همه تاییداتی که تو میکنی از احمدی نژاد، چون چند هفته قبلش رفته بود در کردستان و گفته بود به همین اراذل اوباش دوروبر احمدی نژاد که شما فکر نکنید که ریاست جمهوری شما به پایان رسیده، نه، شما برای 4 سال آینده هم برنامه ریزی کنید. یعنی به مخالفین و به رقبایی که از خودشون بودن و به مردم ایران خواست بفهمانه که در سالهای آینده هم، 4 سال بعدی هم، این دلقک احمدی نژاد همچنان در رکاب رهبره. ولی مردم بدون توجه فکر کردن با میلیون ها رای میتوانن سرنوشت انتخابات رو تعیین کنن. آمدن در انتخابات شرکت کردن، پرشور، همه دیدی نداشتن. چرا؟ برای اینکه مقام معظم روزخانه بزرگ اون بالا تصمیم گرفته و دلقک احمدی نژاد رو همچنین در قدرت نگه داره و این روزخانه 10 تومانی به مردم ایران بگه این اراده من هست که تعیین میکنه مملکت چگونه باید بچرخه، درست مثل روزخانه بزرگ قبلی آقای روح الله خان خمینی. منتها اون یه اتوریته داشت، یه عنوانی داشت که این عنوان مورد به حق یا ناحق مورد تایید یه عده زیادی بود که قبولش داشتن. اما این نه اون اتوریته رو داشت، نه اون قشهای قبلی که از اون روح الله خان طرفداری میکردن از این طرفداری میکردن و نه اون سواد و جربوزه اون رو داشت. با یک حقه بازی احمد خمینی و همین شیخ علی اکبر رفسنجانی این آدم رو آوردن کردن رهبر جمهوری اسلامی. حالا این آدم یه عده موافق داشت، یه عده مخالف. مخالفینش عبارت بودن از قشر وسیع از روحانیانی که معتقد بودن این سواده، اینی که جایگزین یک رهبر مذهبی و ولایت فقیه بشه نداره، برای همینم یک یکی یا کشته شدن یا حبس شدن و یا خانه نشین شدن. از همه نزدیکتر به این و از شاگردان وفادار به خمینی شیخ علی تهرانی بود که شوهر خواهر خود این آقا بود و زمانی که فرار کرد رفت به عراق، در رادیو بغداد شروع کرد افشاگری راجع به رئیس روزخانها علی خامنه‌ای. او معتقد بود در سلسله مراتب روحانیت این در پایین ترین نقطه است، بنابراین با حق بازی که احمد خمینی و علی اکبر رفسنجانی انجام دادن، این شخص رو فقط به خاطر این به رهبری برگزیدن که حرفهای اونا رو و نظریات اونا رو پیاده کنه. حالا در این راه عده زیادی از روحانیون همینطوری مخالفت کردن، حذف شدن، زندانی شدن یا گوشه‌گیر شدن و یا مردن، که مهمترین اونها آقای منتظری بود، کسی که خمینی معتقد بود درسته اون بصیرت جانشینی او رو نداره ولی یکی از بزرگترین
مجتهدین زمان خودش. و آقای منتظری میگفت این آقای خامنه‌ای حتی مفهوم ولایت فقیه رو نمیدونه. و این کسی که شاگرد منتظری بود و ساعتها میست و سرش رو خم میکرد تا منتظری از او سوالی بکنه یا با او حرف بزنه، بعدن به اسم این که اون ساده لوحه یه درازل و باش خودشو به رهبری حسین طائب و نمیدونم حسینیان و این عوامل اجامر دوربر مصباح یزدی رو فرستاد و اون پیرمرد رو در خانهش زدن و کتاب خانهش آتش زدن و زندگی شیریختن به هم و 5 سال 6 سالم حبس خانگیش کردن. ولی او همچنان بر سر مواضع خودش ایستاد، حداقل از این نظر قابل احترام بود، هرچند که خود او مبتکر ولایت فقیه بود. حالا این روزخانه بزرگ تصمیم گرفته بود برای اینکه مقام خودش رو تثبیت بکنه، یکی یکی آدمایی که دور ورش بودن و تشخیص میداد که وفادار بهش نیستن اینا رو سرنگون کنه، از سیاست به کنار برکنار کنه و یه عده مجیزگوی بسیار عقب افتاده تر از خودش در حد خودش رو بیاره و تو این بازی جا بده. برای این شما میبینید یه عده فرماندهان عقب افتاده و جانی، بی‌رحم و جانی، مثل نقدی، مثل جعفری، مثل نمیدونم همین رادان، این عوامل به کمک یه عده از مداحانی که در مراسم عزاداری برای امام حسین عزاداری میکنن و اشعار خانم هایده و خانم مهستی و خانم همیرا و اینا رو اینجا برمی داره اینن برای امام حسین و حضرت عباس و امام جعفر و اینا میخونن، و در مواقعی که دیگه کار عزاداری ندارن قمه میبندن و هفتیر میبندن به جان مردم میفتن به اسم مدافعین راه ولایت. اینا تبلیغاتچی های آقا هست، اونا هم فرماندهان نظامیش هستن که نشان دادن تنها چیزی که از نظامیگری و سپاهیگری بلدن جنایت، بیرحمی، شقاوت و چیزهای دیگه که میتونی خودتون اضافه کنی. حالا اینا دارن ادای دموکراسی رو هم در میارن دیگه، یه طویله درست کردن به اسم مجلس، یه عده رو چپوندن تو این طویله که ممکن بود اگر در یک انتخابات حتی نیمه قلابی برگزار بشه بعضی از آدمای ناراحت هم برن این تو. اینه که به دستور مقام روزخان بزرگ باید همه مملکت به هم بخوره، یه عده زندانبان، بازجو، شکنجهگر و عوامل سرکوب رو به اسم نمایندگان مردم فرستادن تو این طویله و در رأسشون هم یه سردار سپاهی به اسم علی لاریجانی گذاشتن که امتحان خودشو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی داده بود در بدنام کردن مردم ایران، اون خردمندان جامعه ما به اسم نمیدونم برنامه هویت، برنامه چلچراغ، برنامه چراغ، از این مزخرفات، و نشون داده بود که ذوب در ولایت نه تنها خودش، خانوادش و بسیار فاسد. به قول یکی از بینندگان برادران دالتون یا والتون، نمیدونم، من که این فیلمو ندیدم، فیلمی که در اصل برای نمیدونم بچه‌ها در ایران درست کردن که 3 تا آدم خبیث اینا هستن، 3 تاشون اینا هستن، 2 تا برادر دیگه هم هستن. بنابراین مجلس هم باید همخوانی داشته باشه با رهبری، با ریاست جمهوری، با سپاه و با اون پلیسی که در اونجا برقرار کردن و مجلسی که در خدمت مقام معظم روزخانه بزرگ باشه. قوه قضاییه هم که معلوم بود، یکی از همین مفتخوران لاریجانی که بسیار عقب افتاده در نمیدونم شورای نگهبان، جزء چرخای ششم و هفتم درشکه بود زیر نظر آقای جنتی، اینا ورش داشتن آوردن گذاشتن در رأس قوه قضاییه که افتخارش اینه که میگه در قوه قضاییه ما اوامر مقام معظم رهبری رو پیاده میکنیم، هر چی مقام معظم رهبری بفرمایه ما اجرا میکنیم. همونطور که اون یکی برادرش سردار لاریجانی میگه مقام معظم رهبری هر چی دستور بدن ما
ما تابع نظر ایشون هستیم. اگرم حتی یه لایحه تصویب کرده بودیم که مورد نظر مقام معظم رهبر، اون از دستور خارج میکنیم. راست میگه، برای اون طویله که نماینده مردم نیستن، اطاعت از اون کسی که اونها رو تو اون طویله فرستاده مهمه، از مهتر بزرگ. و شورای نگهبان و نمیدونم مجلس چرتی ها به اسم خبرگان، اونم طاقت نیاورد. یه آدمی مثل رفسنجانی که خودش این آقا رو با حق بازی کرده بود رهبر، او رو از کار برکنار کرد، یه چرتی دیگری رو به اسم مهدوی کنی که یکی از عوامل مارکدار این رژیمه، آوردن در رأس مجلس چرتی های خبرگان گذاشتن، کسی که دائم واقعا تو چرته. و این حرفایی که جالبه میزنه، گفته ما رو نذاشتن که مقام معظم رهبری رو تحت کنترل قرار بدیم. نه، ما در مجلس خبرگان نشستیم که تکیه‌گاهی باشیم برای عواملی که نمیدونم مقام معظم رهبری تعیین میکنن، و ما در حقیقت تأیید کننده مقام معظم رهبری هستیم برای رهبری. ما نیومدیم اینجا بشینیم ایراد بگیریم از مقام معظم رهبری. حالا در یه همچین وضعی هم یعنی گرامی هستن بسیار آدم های شرافتمندی که از خود اینا بودن، از اینا کنده شدن، مثل نوریزاد، محمد نوریزاد، و بعد از یه مدتی پی بردن که این جانوران فقط به فکر منافع خودشون هست، و برای حفظ این منافع دست به کثیف‌ترین رذیلانه‌ترین جنایات می‌زنن. خیلی‌ها هستن از اینا که بعد از یه مدتی همکاری خودشون رو با اینا قطع کردن، از اینا کنار کشیدن، فرار کردن، حتی زندانی شدن، مورد تعقیب و آزار اینا قرار گرفتن. عده زیادی در زندان‌های اینا از روحانیون هستن که حتی آر داشتن لباس آخوندی رو دیگه بپوشن، در آوردن این لباس رو، و یا سکوت کردن و یا مبارزه میکنن، جونشون هم گذاشتن. نمونه های زیادشون رو میتونن براتون اسم ببرن. اول هم همین آقای منتظری، آقای دستقیب، آقای ثانه‌ای، خیلی هاشون اینا آمدن و در برابر اینا ایستادی کردن، ولی همه شدائد مشکلات هم تحمل میکنن. مورد تایید من نیستن، میخوام براتون بگم که هستن کسایی که در برابر اینا میستن. عده زیادی هم هستن که از قدرت کنارن، یا اینا رو کشتن، مثل فروبرها، مثل کانون نویسندگان، مثل آدمای مبارز و شریفی که در خارج از کشور به دست این اجامر و اوباش در خارج از کشور تکه پاره شدن. فرق هم نمیکرد چه سیاسی بودن، چه نمیدونم پزشک بودن، چه محقق بودن و چه هنرمند و هنرپیشه بودن. نمونه هاشو داریم، فرزند رضا فاضلی، فریدون فرخزاد، شادروان آقای بختیار، میبخشید منم خواستم چند تا اسمی ها اومد تو سرم، عده زیادی، برومند، فرق هم نمی کنه همیهنانی گرامی، سلطنت طلب باشه، نمیدونم جمهوری خواه باشه، کمونیست باشه، مجاهد باشه، فرق نمی کنه. همه کسانی که نمی توانن این حکومت این اجامر رو تحمل کنن با هر عقیده سیاسی، اگر یک رژیمی به حقانیت خودش اعتقاد داره، چرا دست به کشتار باید بزنه؟ چرا باید مخالفین خودشو حذف بکنه؟ ولی این رژیم آدمکش به رهبری یک روزخانی که ذاتاً جانیه دستور کشتار میده، رژیمی که حتی از برگزاری مجالس ترحیم میترسه، رژیمی که از مجالس ختم میترسه، از خاک سپاری میترسه، از برگزاری جلسات حتی 5-6 نفری میترسه، تا اقلیت‌های قومی و دینی و اینا که دیگه همتون شاهدید. تازه اینم نمیتونه تحمل کنه که در خارج از کشور ایرانیانی به
پیدا بشن که از طریق رادیو و تلویزیون و نشریات به مخالفت با این رژیم برخواستن، بر به اصطلاح بلند شد، میاد که کفاره میکنه اینا رو، با چاقو هم میکشه که عبرت باشه که ببینید چجوری زجرتون میدن. ولی اینا اینقدر عقب افتاده و احمقن که در برابر هر یک نفری که به خاک انداختن تا حالا صدها نفر برخواستن. دیدین دیگه چقدر جنایت کردن اینا و خیال کردن تموم شده. نشده. فروهر و پروانه رو کشتن، صدها نفر دیگه بلند شدن. محمد مختاری نمیدونم کانون نویسندگان رو به طور کلی میخواستن نابود کنن همه رو، نشد. زندانها رو پر کردن از زندانیان با عقاید مختلف، تودهی، مجاهد، فدایی، نمیدونم سلطنت طلب، نشد. کشتارای اول انقلاب رو راه انداختن، عده زیادی از نظامیان شریف که هیچ گناهی نداشتن جز اینکه در خدمت یک رژیم دیگری بودن، همه رو از دم تیغ گذروندن تحت نظر یک آدم جانی عقب افتاده به اسم خلخالی. همه این کارا رو کردن که مردم ایران رو خفه کنن، نشده. ببینید که نشده. نه تنها نشده، بلکه این مردک رهبر روز به روز رفتاری میکنه که باعث استهزا و خنده دوروریاش هم شده، ولی به روشون نمیارن، هی بادش میکنن، چون دارن کاری میکنن که این مردک همه دخالت ها و کارهایی که میکنه در آینده سند و مدرکی باشه. باور کنید نظر منه که بگن نگاه کنید همه کاری این بوده، ما کاری نیستیم. البته اینو کور خوندن. در هر رژیم مستبدی همه اون آدمایی که تحت نظر اون رژیم در خدمت اون رژیم دست به جنایت میزنن، جنایت میگم اینا مسئول جنایات هستن و باید در دادگاه های ملی پاسخگو باشن. اینطوری نیست. ولی این مردک ببینید از مجلس گرفته، قوه قضاییه گرفته، تا کوچکترین مسائل من بیشتر دخالت میکنه. نامه ای دارم از آقای محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه ایران، دانشگاه تهران. ایشون از ملی مذهبی هست، بسیار آدم شجاعی، چندین سال زندان بوده ولی همچنان به کارهای خودش در انتقاد از این رژیم ادامه میده. یه نامه نوشته قبلا در خرداد سال گذشته، بعد حالا دومی نامه‌شو نوشته خطاب به رئیس روزخانها. محمد ملکی می‌نویسه که در این مدتی که این نامه من گذشته از 6-7 ماهه، تحولات بسیاری در جهان رخ داده. او با اشاره به بی‌توجهی دولت مردان به خواسته های مردم، پایان عمر حاکمان را بسیار نزدیک دانسته و می‌نویسد استبدادیان چنان در تار پوسیده و سست توهمات خودساخته کیش شخصیتی خیش گرفتارن که آنگاه شوک و ضربه نهایی را بر مغز خود احساس میکنن که خیلی دیر شده و ضربه چنان قوی و شکننده است که فرصت گفتن یک آخ را هم از آنها میگیرد. وی در این نامه شخص آیت الله خامنه ای را مسئول نابسامانی اوضاع ایران دانسته و او را خطاب قرار داده و نوشته قبول کنید ایران در حال فروپاشی است. به حرفهای اطرافیان خود باور نداشته باشید، آنها فقط به منافع خود می اندیشند و در پایان کار رهایتان می کنند. یادتونه همین انان گرامی، من در همین برنامه خودم خطاب به این روزخان بزرگ گفتم اینا که میان چشم می مالن به جای پای تو، اینا که به قول تو زب در ولایت هستن، از اینا بسیار قوی تر در عراق بودن، اطراف مبارک بودن، اطراف قذافی بودن، اطراف همه مستبدای تاریخ بودن. ولی همینا زمانی که اون مستبدین نفسهای آخری میکشتن، اینا جزو اولین کسانی بودن که به طرف او تیر پرتاب کردن. حالا تیر تهمت یا تیر کشنده فرق میکنه. کار صدام به اونجا رسید، تو سوراخی رفت، قایم شده بود و قذافی التماس میکرد
که من رو اینطوری نکشید، من بالاخره جای پدر شما هستم، هرچند که کار اونا کثیف بود، ولی سرنوشت هر مستبدی هم اینه. و این مرده که روزخان باورش شده این حرفا رو که این دوروریا بهش میگن. آقای ملکی در این نامه شخص آیت الله خامنه ای را مسئول دانسته و در ادامه می نویسد: در حال حاضر مردم تمام گرفتاری های خود را ناشی از اعمال و رفتار گفتار شما می دانند. شما بودید که مشکلات بی حد و حصر مردم را به جای چارجویی انکار کردید و می کنید. شما بودید که ایران را آزادترین کشور جهان نامیدید. شما بودید که با تصمیم گیری های غلط و دور از خرد به بیگانگان امکان دادید با تحریم ها اکثریت مردم را به روز سیاه بنشانند. شما بودید که با بی سیاستی هایتان دنیا را در مقابل ایران قرار دادید. شما بودید که به عواملتان چراغ سبز نشان دادید تا در ایران و خارج ایران در خیابان و بیابان دست به اعمال تروریستی بزنند و خون ایرانیان دگر اندیش را بر زمین بریزند. شما به عنوان رئیس جمهور و بعداً رهبر باید در برابر کشتار ده ها هزار انسان در دهه 60 و شهادت هداها و حالها و نداها و سباها و ستارها پاسخگو باشید. این منتقد حکومت ایران همچنین در نامه خود به خامنه ای گوشزد کرده: جمعیتی که در سفرهای شما به استقبال شما می آیند همه به قدرت زر و زور به خیابانها کشانده می شوند و نباید باور کنید که طرفدارانی در میان مردم دارید. او به خامنه ای پیشنهاد کرده تا یک بار، فقط یک بار، دستور دهد به هنگام سفرش ادارات و مدارس را تعطیل نکنند و روستایی ها را به زور به استقبال نکشانند تا معلوم شود مردم تا چه اندازه به نظام ولایی او علاقه دارند. یادتونه من گفتم اصلا به مردم بگین آقا در یه بیابان دوردست به عنوان مخالف این رژیم بیاین، نه ماشین در اختیارشون بذارین، نه مترو، هیچی، بگین با خرج خودتون ببینی چه خبر میشه. ولی بهشون کاری نشو، آزار نرسون، آزادشون بکن تحت نظر قوانین بین المللی. و یه طرف دیگه به مردم ساندیس بدین، نمیدونم مترو در اختیارشون بذارین، اتوبوس، ولی به زور نیارین و بگید شما با موافقت بیان، موافق رژیم هستین بیان اینجا تا بهتون بگم چه خبر. یادتونه همینون گرامی، قبل از اینکه با دکتر دانش صحبت بکنن اجازه بدید فقط به یه دروغ اینا اشاره کنم. در ورزگان چند ماه قبل، 4 ماه قبل، 3 ماه قبل زلزله اومد، عده زیادی از همین 300 نفر کشته شد، 1000 خورده زخمی شدن، 300 تا ده و آبادی از بین رفت. احمدی نژاد، حالا بگذاریم که کجا رفته بود اون موقع و بعد آمد، با تأخیر زیاد رفت اونجا، گفت باید به دولت ایران جایزه سرعت بدن در ساخت خانه های زلزله زده بود. و ما برنده شدیم در دنیا، اول شدیم. اگرم قرار نفر دوم تعیین کنن باز مایی. اعلام کردن دیگه هیچ کس در خانه های نمیدونم خراب زندگی نمی کنه، در چادر نیست. ما همه رو آماده کردیم و شدیم قهرمان سازندگی. دیدید که نمونش. حالا در مصر همه شما شنیدید همینان گرامی که آقای محمد مرسی، کسی که به اصطلاح در پی یک انقلاب مردمی در مصر جایگزین حسنی مبارک شد و قول پیاده کردن دموکراسی رو در این کشور داد، بسیاری از فرامین رهبران نظامی رو در اون ابتدا قبول کرد، بعد که به ریاست جمهوری رسید همه اونا رو زیر پا گذاشت، بعد یه عده زیادی از کسانی که در اون فجایع دست داشتن اونا رو آزاد کرد، ولی بسیاری از جوانایی که در تظاهرات بودن و نه جزء اخوان المسلمین بودن ولی لیبرال، اونا رو زندانی کرد. آخرین جاهایی رو که میتونست در مقابلش ایستادگی بکنه یکی کانون وکلا بود، اونا رو منحل کرد و اختیارات ریاست جمهوری رو اضافه کرد. ولی مردم آمدن در میدان التحریر، عده زیادی از لیبرال ها، از آزادی خواهان، زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، و شروع کردن تظاهرات کردن، طوری که آقای مرسی یه مقداری از نظراتش عقب نشست. گفت اینا تصمیمات موقتیه، تصمیمات
این نیست که دائمی باشه، ولی او در ابتدا تصورش این بود که یواش یواش میتونه اختیارات ببره بالا، یه حکومت مذهبی تام و تمام تشکیل بده. حالا این یه بحران عظیمی در مصر به وجود آورد، تشنجاتی که در مصر به وجود اومد در پس فرمان آقای محمد مرسی. دکتر دانش درود بر شما. چی میبینید اوضاع رو دکتر دانش؟ من فقط میتونم به این موضوع رو یادآوری کنم که دکتر دانش برخلاف کشورهای دیگه منطقه مثل تونس، مثل لیبی و مثل سوریه و عراق، حسنی مبارک درسته یه حکومت دیکتاتوری داشت، ولی نسبت به این کشورهای دیگه آزادتر بود این دیکتاتوری. نه که آزادی، دیکتاتوری بود، ولی حداقل همین اخوان المسلمین 70 نفر بودن، 60 نفر در مجلس شورای به اصطلاح ملی مصر نماینده داشتن. پس بنابراین یه آزادی های نسبی وجود داشت، و یعنی اگر اون آزادی های نبود، اون آزادی های نسبی نبود، اینطوری مردم مقاومت نمی کردن در برابر تصمیمات مرسی. درسته این میشبینیم؟ این واقعیت که جامعه مدنی در مصر همیشه در واقع وجود داشته و احزاب مختلف در مصر خیلی زنده است. باید به این مطلب اشاره کنیم که در واقع جنبش مصر، جنبش عبدالناصر، جنبش بسیار قوی بود در داخل مصر و جنبش سکولار بود، جنبشی بود بر علیه اخوان المسلمین، و ناصر در واقع صدی بود در مقابل اخوان المسلمین که در همون حسن البنار گرفت کاملا و 1928 و که به وجود آمد اخوان المسلمین، و این جنبش، جنبش مدنی بسیار قوی بوده و تا به امروز وجود داره. ولی باید به یک مطلب ظریف اشاره بکنیم. ببینید اون اتفاقی که امروز در ترکیه افتاده و قدم به قدم آقای اردوغان که زمانی ادعا میکرد که شخص لیبرال و حتی دولتش سکولاره، میبینیم قدم به قدم به طرف اسلامگرایی داره پیش میره. و تا جایی که آقای اردوغان چند هفته پیش اعلام میکنه که در واقع نظام سکولاریسم در غرب با شکست روبرو شده، نظام آینده غیر سکولاره، غیر سکولاریسمه. این گفته آقای اردوغان. پس بنابراین در واقع قدم به قدم آقای اردوغان باعث شد ارتشی که بسیار قوی بود، ارتش کمالیسم، در واقع 200 نفر از رهبران و ژنرال‌های مهم رو در واقع چی بکنن، دستگیر بکنن، در مقابل دادگاه قرار بدن و قدم به قدم به این ترتیب پیش برن. و در مصر هم در واقع ما چنین جنبشی رو داریم می‌بینیم. ما می‌دونیم انقلاب مصر انقلاب مردمی بود به خاطر آزادی و دموکراسی. این جوانان مصر بودن که شعار آزادی و دموکراسی رو دادن، خواهان اسلام نبودن. ولی خب بعد از پیروزی های اول جوانان، اخوان المسلمین موفق شدن در انتخابات پیروز بشن، ابتدا در انتخابات پارلمان که 50% از اعضای پارلمان در واقع اخوان المسلمین بودن و 28% از حزب نور سلفی ها، یعنی در حدود 80% از رادیکال های اسلامی بودن، و بعدا در کمیته قانون اساسی همون پارلمان نمایندگان کمیته اساسی رو تعیین کرد که اونا خواهان پیاده کردن شریعت بودن، تا جایی که نیروهای سکولار و لیبرال از داخل کمیته قانون اساسی یا مجلس مؤسسان خارج شدن و هنوز این کمیته در اختیار اخوان المسلمینه. و جالب اینه که درست در زمانی که مسئله نوار غزه پیش میاد و آقای اوباما برای آتش‌بس در نوار غزه به دست به دامن آقای مرسی میشه و مرسی موفق میشه این آتش‌بس رو به وجود بیاره بین اسرائیل و به خصوص نیروهای حماس، این میاد فرمانی میده که تمام فرمانهای قانون در واقع قوه قضاییه رو از بین میبره. میدونی قوه قضاییه، دادستان کل و دادگاه عالی رأی دادن که پارلمان باید منحل بشه، پارلمان منحل کردن و رأیش این بود که جلوی قانون در واقع این قانون اساسی جدید یا کمیته قانون اساسی رو بگیرن، ولی ایشون فرمان داد که همه اونها بی اعتباره و منم که قدرت مطلق هستم و در اینجا تصمیم گیرنده. یعنی این پیروزی آتش‌بس رو اومد پیوند داد به این توی شلوغی کاملا در این شلوغی، برای که آقای اوباما و آمریکا دست به دامن اون شده بود و در این شرایط سعی کرد که در واقع یک دیکتاتوری جدید نظام مذهبی در مصر به وجود بیاره و تمام فرمانهایی که در این چند روز اخیر داده این فرمان رو پس نگرفته. درسته که امروز مدت 5 ساعت با وکلا و حقوقدانان مصر مذاکره کرده، ولی به اونا گفته که من این فرمان رو پس نمیگیرم، یعنی در واقع به موازه خودش ایستاده. و این همون خطریه که شما در ترکیه بهشون اشاره کردم میبینیم و همون خطریه که در مصر میتونه اتفاق بیفته، باعث تقویت اخوان المسلمین و سلفی ها بشه. ما در سابق هم هفته های پیش من در این مورد صحبت کردم که در تونس هم امروز اخوان المسلمین یا بگیم سلفی ها در واقع
در خیابان ها قدرت در دست دارن، تا جایی که آقای رشید القنوشی که قبلا خودشو رهبر حزب رستاخیز النهضه مصر که خودش سکولار میدونست و طرفدار آزادی بود، در یک نشست مخفی با سلفیستا از اونا میخواد که در واقع صبر و تحمل داشته باشن و روزی ثمره این انقلاب به دامن اونا خواهد افتاد. خب دکتر، اینجا یه مسئله پیش میاد. ببینید، وقتی که کمک مالی از عربستان سعودی و قطر سرازیر میشه به این مناطق، به قول شما 700 میلیارد دلار درآمد کویت و نمیدونم قطر رو. خب در یه همچین کشورهایی که خود این کشورها عامل اصلی استبداد هستن، مثل عربستان سعودی که زنها تازه میخوان برن رانندگی نمیدونم بکنن، باید مفتی دستور بده، یا در قطر هم همطور آزادی وجود نداره از نظر اعضا. خب وقتی که اینا پول این به اصطلاح کشورها رو میپردازن، مثل تونس، مثل نمیدونم کشورهای دیگه، خب انتظار نباید از اونا داشت که اینا دموکراسی رو تقویت کنن. اینا دقیقاً استبدادی رو تقویت میکنن که اگر دموکراسی در مصر فرض کنید مثلا مستقر بشه، در مثلا لیبی، در نمیدونم سوریه، در همه این کشورها، این به ضرر هم عربستان هست، هم قطر، هم اونایی که پول میدن به اینا. درسته؟ کاملا درست. ببینید، عربستان سعودی و قطر سیاستشون اینه که بهار عربی و اون انقلابی که در مصر اتفاق افتاد کانالیزه بکنن که به در واقع به کشورهای حوزه خلیج فارس کشیده نشه، منتقل نشه. این در این مورد شکل گرفت. به خاطر همینم پول وحشتناکی، پول زیادی، 700 میلیارد دلار درآمد 6 کشور در واقع حوزه خلیج فارس، اینا خرج میکنن که بتونن در کشورهای دیگه، به طور مثال در سوریه یا در لیبی و کشورهای دیگه، حتی در تونس، نیروهای سلفی به قدرت برسن که حاله ای باشن که این حاله نذاره در واقع جنبش های بهار عربی به عربستان سعودی، قطر، امارات و جای دیگه نفوذ بکنه. در این مورد شکی نیست. ولی اون چیزی که باعث تعجبه مسئله دیگری است و اونی که حمایت و دفاع غرب و به خصوص آمریکا از اخوان المسلمین در این مدت بوده در داخل مصر. ما میدونیم که موقعی که اخوان المسلمین بعد از جنبش عظیم مردمی قدرت رو به دست گرفتن، یک نمایندگان بیش از 40 نفر به آمریکا فرستادن، به کاخ سفید، و در واقع به آقای اوباما این اطمینان رو دادن که اخوان المسلمین خطری برای آمریکا نخواهند. و بنابراین متاسفانه به جای اینکه دفاع از دموکراسی، آزادی خواهی و نیروهای مردمی در مصر بشه، در واقع در کنار اینها غرب قرار گرفته. و امروز آقای مرسی به این ادعا که آقای اوباما احتیاج به اون داره، به خصوص در رابطه با جنگ نوار غزه و آتش بس، در واقع آمد چنین کاری انجام داد و تمام ثمره این انقلاب رو داشت از بین می‌برد که خوشبختانه هنوز نیروهای مدنی به قدری فعال هستن و نیروهای سیاسی و نیروهای سکولار به قدری فعال هستن که نیروهای عظیمی رو به میدان تحریر آوردن و جلو آقای مرسی ایستادن. و من امیدوارم که در واقع بتونن در هفته‌های آینده قدم به قدم جنبش اخوان المسلمین و این خطراتی که از طرف اخوان المسلمین مردم رو تهدید می‌کنه، اینا رو به عقب برونن. می‌دونید که امروز قرار بود که طرفداران آقای مرسی از اخوان المسلمین بیان تظاهرات بکنن، سلفی یا و اینا بگن قانون شریعه باید بیاد و اینا، ولی بلافاصله بعد از یه مدتی، بعد از اینکه آقای مرسی قبول کرد، عقب نشینی کرد در برابر نیروهای مخالف از جمله کانون به اصطلاح وکلای دادگستری، اینا تظاهراتشون رو لغو کردن برای اینکه دیدن مردم محکم وایسادن در میدان تحریر و ممکنه برخوردهای پیش بیاد. خب هنوز نیروهای انقلابی بسیار قویه، جوان‌ها قوی‌اند و در واقع تجربه میدان تحریر رو فراموش نکردند و می‌دونن که چه قدرت توده‌ای اینها در مصر هستند. و مهمتر از همه در واقع اتحاد نیروهای سکولار در این روزا بوده، احزاب سکولار و احزاب لیبرال مانند عمرو موسی در واقع شخصیت رئیس کنگره چیز بود دیگه، رئیس اتحادیه عرب بود، یا البردی که حتی صحبت از جنگ داخلی میکنه، خطر از جنگ داخلی میکنه. و اینا در مدت کوتاهی تونستن نیروهای خودشون رو به وحدت بکشن، احزاب مختلفی که تا به حال در واقع وحدت نداشتن اینا رو وحدت بنشونن، مثل ناصریستا و لیبرال ها و نیروهای عظیمی از جوان ها رو به میدان تحریر بیارن. خب در صورت هنوز تناسب قوا به نفع جوانانی که یک سال نگذشته چنین انقلابی رو کردن و مبارک رو ساقط کردن، و این جوان ها هنوز قدرت دارن. و در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم که به موقع نیروهای اپوزیسیون و نیروهای لیبرال و سکولار
به خودشون آمدن و وحدت به وجود آوردن تا جایی که امروز مرسی در واقع در حالت عقب نشینی، با اینکه چنین کار رو هنوز نکرده، هنوز در مقابل قوه قضاییه ایستادگی میکنه و فرمانهاشو پس نگرفته، ولی این امید وجود داره با لغو تظاهرات عظیمی که میخواستن اخوان مسلمین سلفی رو به وجود بیارن، در واقع نیروهای سکولار و لیبرال بتونن پیروزی هایی در روزهای آینده داشته باشه. آدم دوش دانش ببینید، اینا رفتار خودشون باعث میشه که مردم بیشتر ناراضی کنن. درست مثل ایران دیگه، یعنی حرفا و کردار و رفتار این آخوندا و روزخانه‌ها باعث شد روز به روز اقشار مختلف جامعه ما بیشتر در مخالفت با اینا در بیاد. شما ببینید یکی از این سلفی‌ها همین هفته گذشته گفت تمام اهرام سراسر مصر رو اینا همه رو باید خراب کرد. اینا نمایندگی کردن از طاغوت، اینا آثار طاغوته و باید نابودش کرد. خب شما ببینید اقتصاد مصر الان بر دو پایه است، یکی کانال سوئز، یکی همین توریسم داخلی. خب اینا وقتی این حرفا رو میزنن میلیون‌ها مصری زندگیشون نابود میشه اگه توریسم نباشه در مصر، اگه نمیدونم کانال سوئز نمیدونم فرض کنید رفت آمد آزاد توش نباشه، بعد مملکت دست این ریشوهای باشه که ببینید که چی میگن، میگن شریعت باید پیاده بشه. میلیون‌ها زن مصری که سابقه فعالیت دارن، هنرمندان، ناصریستا، لیبرال‌ها، میدونید مصر از نظر حتی فرهنگ عربی یکی از برجسته‌ترین کشورهای عرب منطقه است. روزنامه‌های مثل الاهرام و نمیدونم قدیمی مصر سابقه 200 ساله 250 ساله دارن. این چیزی نیست که در مصر بشه سرکوب کردمشون. خب کوشش در هر صورت وجود داره. من قبلا یه بار دیگه اشاره میکنم، در واقع جنبش های خزنده وجود دارن که سعی میکنن تمام ثمرات انقلاب از بین ببرن. همونطوری که در مدت کمتر از 10 سال در ترکیه ما میبینیم در واقع جنبش منفی به وجود آمده در رابطه با تقویت اسلامگرایی و اسلام تحت رهبری اردوغان، این جنبش میتونه در مصر هم به طور خزنده پیش بره. مصر میدونه و آقای مرسی میدونه که مقابله رو در رو نمیتونه با نیروهای توده‌ای بکنه و سعی میکنه در واقع در پشت جنبشی رو به وجود بیاره، جنبش خزنده‌ای که بتونن قدم به قدم در واقع موازنه نیروهای سکولار و لیبرال رو به دست بیارن، اونها رو به عقب برونن تا روزی بتونن در واقع رادیکالای اسلامی در مصر شریعت اسلام رو به اصطلاح پیاده بکنن. در این مورد شکی نباید داشت، ولی کار ساده ای نیست و من امیدم اینه با شناختی که از مصر دارم و رهبران جنبش آزادیخواه و سکولارها و لیبرال‌ها در مصر دارم و احزابی که در واقع سکولارن و وحدتی بینشون به وجود آمده، اینا بتونن در روزهای آینده و هفته‌های آینده مبارزه شدیدی بر علیه این خواسته‌های آقای مرسی و در واقع دیکتاتوری جدیدی که در حال تکوین بود اتخاذ بکنن و جلوی این جنبش خزنده رو بگیرن. دکتر دانش، ما 3 دقیقه فرصت داریم. این میتونیم راجع به این سفر آقای کامرون و اولند به منطقه خلیج فارس صحبت بکنیم که میتونیم که رقابت در فروش اسلحه است. این جریان چی میبینید؟ این روزا در واقع بازار اسلحه و فروش اسلحه بین کشورهای آمریکا و اروپا در منطقه رقابت شدیدی به وجود آمده. همکنون کنگره آمریکا 4 درخواست به گرفته از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس که اینا خواهان اینن که در مدت کوتاه در حدود 25 میلیارد دلار اسلحه بخرن. عربستان سعودی کامیون میخواد بخره، قطر بیش از 10 میلیارد دلار میخواد سیستم‌های موشکی دفاعی بخره در مقابل ایران و در مدت کمتر از 1 سال از سال 2010 تا به امروز حجم خرید افزار جنگی در منطقه 2 برابر شده. در سال 2010 مبلغی که کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس می‌خواستن برای سلاح‌هایی که خریداری می‌کنن بدن در حدود 32 میلیارد بوده، امروز به 72 میلیارد دلار رسید در مدت 1 سال، یعنی تا سال 2011. پس بنابراین بین کشورهای غربی هم رقابت به وجود آمده تا جایی که آقای دیوید کامرون چند هفته پیش به عربستان سعودی و حوزه خلیج کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرده و در مذاکراتی که با ملک عبدالله داشته موفق شده 100 هواپیمای جنگی به اونا بفروشه. هواپیماهایی که در واقع انگلستان یورو فایترن، اینا از نوع طوفان و اینا رو موفق شده 100 هواپیما بفروشه تا جایی که آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه میبینه عقب افتاده، اونم سفری به عربستان سعودی میکنه. در صحبتایی که با آقای ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی انجام میده موفق میشه بیش از 60 هواپیمای جنگنده رافائل ساخت فرانسه رو بفروشه و خب آلمان هم عقب نیست. آلمان هم که میدونین در حدود 200 تانک لئوپارد 2 میخواد به عربستان سعودی بفروشه. یعنی در مدت کمتر از 5 سال بیش از 150 میلیارد دلار تاریخ سابقه نداشته داره بشه کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور کلغوز که اصلا استفاده هم نمی کنن، 150 میلیارد دلار دارن
سلاح‌های جنگی می‌خرن، ابزار جنگی می‌خرن و در واقع همونطوری که شما به درستی گفتین، اینا ابزار جنگی هستن که مورد استفاده قرار نمی‌گیرن. اگه جنگی هم در منطقه شروع بشه، جنگی است که آمریکا شروع می‌کنه. بعد مزدورا رو بفرستن، متخصصین رو بفرستن. با کمک اسرائیل و آمریکاست و اونهان که در واقع این جنگ انجام میدن و به کشورهای خلیج فارس، نه عربستان سعودی، نه قطر، نه امارات و دیگران اجازه نخواهند داد که حتی یک فشنگ در بکنه. خب باید به جان جمهوری اسلامی دعا کنه. بله متاسفانه متاسفانه باید غرب دعا بکنه که رژیم جمهوری اسلامی باعث شده که اونا در حدود 150 میلیارد دلار در مدت 5 سال اسلحه بخرن. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز، ممنون از شما. خب عمیانان گرامی، به همین جا برنامه امشب من به پایان رسید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.